با بهترین درودها بر شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون ایران فردا خاص بینندگان برنامه های خبری تحلیلی در دفتر شامگاهی صفحه یک 20 دقیقه مرور می کنیم همه مطالب و موضوعات منتشر در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب رفع تحریم ها و آزادسازی سی میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی موجی از جدال های جناهی در سه سوی صاحبان قدرت سیاسی در آستانه انتخابات خاصه با حجمه ها به هاشمی رفسنجانی باستاب گسترده هشدار کاخ سفید مبنی بر وتو کردن هر گونه لایحه جدید با مضمون ممانعت از رفع تحریم علیه ایران از سوی کنگره وعده سخنگوی دولت برای شکایت از مهاجمان به سفارت عربستان در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مطبوعات ایران واکنش ها به موج مجدد انفجارها در ترکیه در منطقه توریستی در استانبول با بیش از ده کشته و و همینطور جنجال جدید ایجاد شده یه جمهوری اسلامی و شاخک نظامی سپاه با بازداشت ده ملوان آمریکایی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع پرشور و حرارت باره باراک اوباما سیاست‌های سیاست های هشت ساله در ریاست جمهوری دوران خود Voices of unarmed and unconditional و بالاخره بمباران هوایی بر ساختمان امور مالی و بانکی داعش که منجر به سوختن ها دلار پول نقد این گروه شورشی شد سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 23 دی ماه ایرانی برابر با 13 ژانویه سال 2016 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا مشروع خبرها و نظرها با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت همینک و در بخش نخواست مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه از منابع مختلف خبری که البته شرح تکمیلی و گزارشی آن را همواره در برنامه آن سوی خبر خواهید دید بازداشت گاه و بیگاه ملوانان کشورهای غربی از سوی سپاه همواره در سالیان پس از انقلاب از جمله رویدادهایی است که هم در افکار عمومی ایران نوعی حراس و حول افکند و هم موجب واکنش گسترده از سوی رسانه های داخلی و خارجی شد در تازه ترین گزارش ها در این راستا که از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دهها ملوان آمریکایی آن هم در راستانه اجرای کامل برجام از سوی آمریکا بازداشت شده ان موجب موجی از نگرانی و دغدغ میان مردم ایران نیز شده است که چه بسا کاسبان تحریم که غالبا از سپاه پاسداران هستند در صدد ایجاد بحران های ساختگی برای برهم زدن معادلات منطقی به محوریت جمهوری اسلامی باشند در این راستا تازه ترین گزارش ها که ده ملوان آمریکایی به همراه دو قایق نیروی دریایی این کشور که دیروز شنبه 22 دی در خلیج فارس توسط نیروهای ایرانی در بازداشت شده بودند از سوی جمهوری اسلامی اطمینان داده شده که این ملوانان به زودی اجازه خواهند یافت به مسیرشان ادامه دهند جاش ارنست به شبکه تلویزیونی CNN گفت که ایرانی ها به ما اطمینان دادند که خدمه و قایق ها به زودی اجازه خواهند یافت تا به مسیر خود ادامه دهند با این حال دو مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند به نظر میرسد ایران این ملوانان رو شبانه بخواد آزاد کنه رویترز اشاره کرد که با توجه به شرایط حساس در آستانه اجرای توافق ای بین ایران و شش قدرت جهانی ایران و آمریکا تمایلی به ایجاد تنش در این خصوص ندارد در همین رابطه دقایقی پس از نیمه شب واشنگتن جان کری با ظریف تماس تلفنی گرفته بود تا از روند آزاد شدن توهنگاران آمریکایی آگاهی بیشتری یابد و در این راه تا لحظه تنظیم خبر اعلام شده بود که تا ساعت آغازین بامداد امروز چهارشنبه این ملوانان آزاد خواهند شد که البته در تازه ترین خبرهایی که به هنگام تنظیم خبر آن مواجه شده بودم آن بود که یکی از مقامات سپاهی گفت ما منتظر دستور مقامات بالاتر میمانیم برای آزادسازی این تفنگ‌ها خبرهای کوتاه منطقه ای را گامی به دورتر میبریم و در دنیای دوردست در از خاور میانه سخنرانی پرشور و حرارت اوباما در کنگره که از هر دری سخن گفت از بهبود رابطه امریک... آمریکا با کوبا تا همینطور توافق هسته ای میان ایران و غرب که در واقع به عنوان کارنامه کامیاب دوران خود دفاع کرد اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین نطقه سالانه خود در کنگره این کشور از لحن منفی مبارزات انتخاباتی جاری در کشور خود نیز انتقاد کرد و گفت که آمریکا صاحب قویترین و ماندگارترین اقتصاد جهان است او گفت در آخرین سخنرانیم در این مجلس نمیخواهم فقط درباره یک سال آینده صحبت کنم میخواهم درباره پنج سال آینده ده سال آینده و ورای آن حرف بزنم میخواهم بر آینده متمرکز کنم که در واقع به نحوی از آنها میخواست نوعی میراث کارکردی خود رو به ذهن مخاطبان نشان دهد رویدادهای منطقی از جمله انفجار در استانبول در تمامی روزنامه های امروز باستاب گسترده یافت البته هر دو گروه از روزنامه های دو طیف حاکمیت با خانش های مختلف البته تا حدودی نزدیک به هم به اظهار موضع پرداختند روزنامه های روزنامه دولتی ایران و بسیاری دیگر از روزنامه های میانه رو صرفا با جمله حمله تروریست ها به گردشگران در قلب اقتصادی ترکیه سفارایی شده بودند و به گزارش و انعکاس از کم و کیف این انفجار پرداختند روزنامه هایی همچون جهان صنعت اعلام کردند که بیشتر کشته ها آلمانی هستند و یا روزنامه جوان کوشید ارتباط محتوایی بین این انفجار و برخورد آنی و چکشی رئیس جمهوری ترکیه و در صفحه نخست نوشت که دورخیز اردوغان برای تشدید سرکوب کردها که با این گونه عنوان آرایی ها ذهن مخاطب را حتی از اصل انفجار کنندگان که گروه های انتحاری بودند به گونه ای منحرف می کند و از نبرده کردی ترکی سخن می راند. و یا روزنامه حمایت وابسته به قوه قضایی در امر کاملا غیر متعارف رسانه ای و مداخله البته به لحاظ اصول حسن همجواری و حقوق بین و خیلی سریع و در واقع آشکار اصل عملیات تروریستی رو متوجه مسئولین ترکیه کرد تا جایی که نوشت تروریست ها بلای جان حامیانش شدند که امری تا حدودی عجیب به نظر میرسد ادامه می دهیم با سایر موضوعات و روزنامه های کشور در آستانه نوروز ایرانی امروز بیشین روزنامه های کشور با خبر افزایش حقوق کارمندان و کارکنان نوعی وعده نوید بخشی از سوی سخنگوی دولت به این طیف از ایرانیان دادن جایی که روزنامه چون اعتماد به نقل از سخنگوی دولت وعده داد که سال پیش روی سال جهش حقوق ها خواهد بود در این گزارش که در بسیاری از روزنامه‌های نزدیک به دولت نیز انعکاس وسیعی یافته بود میخواندیم که تمامی حقوق های دولتی 12 درصد افزایش مییابد و در این میان کارمندان و بازنشستگان دولتی حقوق زیر یک میلیون 500 هزار تومان دریافت نخواهند کرد روی هم رفته نوبخت سخنگوی دولت صدرنشین بسیاری از روزنامه بود از جمله روزنامه ابتکار به نقل از سخنگوی دولت خبر داد که دولت حتما از عاملان حمله به سفارت عربستان شکایت می‌کند فارغ از اینکه فرمان جای دیگری است و اگر کوی دانشگاه و قطرهای زنجیری به نتیجه رسیدند این یکی هم به نتیجه خواهد رسید کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید سوریه و حضور وزیر کشور ایران در دمشق و دیدار نو با خودکامه شامات برای روحی بخشی به این واپسین خودکامه خاور ای به شکل شیوه هایی بر سطر و صدر و سطوری از رسانه های داخلی جای داشت رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی به عنوان فرستاده ولیفقی از تهران راهی شامات شده بود و در سوی دیگر در چند روز پیش نیز خبر دارید که ولید معلم وزیر خارجه بشار راهی هندوستان شده بود تا در آخرین تکاپوها، ها و تلاشهای منطقه ایشان بتوانند روزنه ای امیدی بیابند تا در کنفرانس صلح پیش روی تا پشت بشار از سوی پوتین خالی نشده بتواند دست کم پناهندگی وعده داده شده از سوی پوتین رو برای مسکو بگیرد در این میان همان گونه که در بخش های مختلف خبری نیز آگاهی یافتید وزیر کشور ایران در آستانه برگزاری نشان شست سال سوریه با این سفر اظهاراتی تا حدودی میز داشت رحمانی فضلی ضمن اعلام حمایت همه جانبه نظام ولی فقیه از سوریه وضعیت کنونی سوریه رو این گونه توصیف کرد که سوریه با مقاومت در عرصه سیاسی و نظامی اکنون به جایگاه خوبی دست یافته و دشمنان با پذیرش شکست اهداف خود در جنگ به پای میز مذاکره آمدهاند. قرار است مذاکرات صلح دولت سوریه و مخالفان این کشور در 25 ژانویه در واقع چهارم بهمن ما با تلاش سازمان ملل برگزار شود که قطعا تلاش های از این دست و مشابه یعنی سفر آقای فضلی به سوریه و اظهارات این گونه نمی تأثیری مثبت بر روند صلح داشته باشد چرا که منجر به خشم و تنش و رقابت های منطقه‌ای خاصه در این در عین بحران و روابط میان ایران و اعراب خواهد شد که تأثیر مثبتی بر فرایند صلح نخواهد داشت همه اینها در حالی است که در تازه ترین گزارش های منتشر از میادین عملیات عملی و رزمی سوریه خبر می رسد که ارتش سوریه به پیروزی های جدیدی دست یافت. حتی بشار اسد در این راستا از کشورهای دوست همچون جمهوری اسلامی و روسیه قدردانی کرد. در این میان تلویزیون دولتی سوریه گفت که ارتش این کشور و نیروهای متحد آن موفق شدند که شهر استراتژیک سلیمیه در استان لازقیه را به طور کامل از گروه های مسلح مخالف دولت بازپس بازپس بگیرند این بخش از گزارش در روزنامه کیهان و همینطور روزنامه های طیف راست در صفحه یکشون هم منعکس شده بود که بسیار مدافع پیروزی های ارتش بشری هستند آگاهان میگویند در صورت تایید صحت این خبر بازپسگیری این شهر پیروزی بزرگی برای ارتش سوریه خواهد بود که تاکنون از پیشرفت در مقابل این گروه ها در استان لازقی بازمانده بود شهر تکمیلی این رویداد و سایر رویدادهای منطقه‌ای و ای را در آن سوی خبر ببینید که از سوی همکارانم پس از برنامه صفحه یک با آگاهی شما خواهد رسید بیننده ی برنامه صفحه یک هستید با مطالب برگزیده ی روزنامه های امروز چهارشنبه ماجره های خروج قلب نیروگاه اتمی عراق که کماکان مورد حجمه روزنامه های زده دولتی و نزدیک به رهبری است کیهان در گزارش اصلی شماره امروز در گزارشی به عنوان نقد و نسیه 27 ماه هیجان توافق با علامت شگفتی و اظهار تاسف نوشت که شیرینی آدم سی چه دادی و چه گرفتیم که با اشاره به تازه اظهار موزه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این گزارش سخت بر تیم دولت تاخت که چرا در برابر غرب کم آورده اند و از حربه تحریم حراسیده اند و عقب نشستند و یا روزنامه وطن امروز به نقل از کمالوندی خبر داد که چند روز دیگر سیمان را تزریق می کنیم که اشاره نوستالوجیکی است به خروج قلب راکتور عراق و پر کردن آن با سیمان البته پر کردن سیمان خود واجد بار معنایی دیگری نیز در ادبیات سیاسی دلواپسان است که بوی سرکوب و خفقان فیزیکی حتی میدهد که نخستین بار به صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گویا تهدید کرده بودند که تو را هم اونجا می میکنیم و روت را با سیمان میپوشانیم که موجب خشم سنگین آقای صالحی شده بود ادامه میدهم با سایر روزنامه بر اساس گزارش روزنامه وطن امروز بهروز کمالوندی سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران خروج قلب رآکتور آب سنگین عراق را تعیین کرده و گفت خارج سازی قلب رآکتور بخشی از تعهدات بود که انجام شد کمالوندی دیروز اشاره کرد توافق جامعه اتمی یا برجام قطعا در دیما اجرا می شود و مانعی برای این اجرا وجود ندارد خارج کردن قلب رکتور عراک و پر کردن حفره های این سازه با سیمان به نحوه که دیگر قابل استفاده نباشد یکی از تعهدات ایران بر اساس توافق جامعه اتمی با گروه پنج به علاوه یک برای رفع تحریم های ایران است که این رفع تحریم ها امروز خبرش در سطح گسترده تو روزنامه ها یافت و اما ماجراهای انتخابات و موج هاشمی کشی در اردوگاه اصولگرایان آفتاب یزد با درج تصویری نیمه معلول از هاشمی و نامعمول از این فقی در واقع نوشته بود که آیا هاشمی هوش خود را از دست داده است که در واقع گزارشی بود از اوج گرفتن عصبیت دلواپسان از این آیت الله که نامزد مجلس خبرگان رهبری است که در پی رهبرسازی هم شاید باشد در سوی دیگر ماجرا اما محسن هاشمی پسر رفسنجانی در گفتگوی اختصاصی با آرمان به دفاع از پیشینه پدر برآمد و گفت پدرم درباره تسخیر سفارت آمریکا همراهی نکرد که لایه های تازه ای از سپید سازی برخی از چهره های انقلابی پر اشتباه سالهای آغازین انقلاب است در همین روزنامه به نقل از دفتر رفسنجانی نسبت به تخریب فزاینده حسن خمینی واکنش نشان داده شد این روزنامه مدعی شد که اتاق فکر برای تخریب بزرگان راه اندازی شد در بخش از این بیانیه گلایه شد که آنها که از نام امام نان میخورند به تخریب خانواده امام میکشند اما تخریب کنندگان به اهداف خود نخواهند رسید همچنان با روزنامه ها و مطالب باقی مانده در این روزنامه ها امروز بیژن زنگنه نیز آماج نقد های تند روزنامه های دست بود ارزانی نفت را برخی از روزنامه های دست محصول سیاست های دولت روحانی خواندند از جمله روزنامه وطن امروز تمام نیم صفحه اصلی شماره امروز را به انتقاد مهرداد بعض پاش یکی از مردان محمود احمدی نژاد اختصاص داد و با صحنه ای سیاه و قبار گرفته از فرایند تجارت نفت ایران بر سر در دریاها از زیان پنجاه و 4 میلیارد دلاری کشور از کاهش قیمت نفت خبر داد و به ای تفسیر کرد که پول نفت از جیب مردم رفت همچنین در این گزارش زیان نفتی و کاهش قیمت نفت را از دیپلماسی ضعیف انرژی در دولت ژنرال ها دانست که تعبیری است تماما گزنده زننده و انتقادی به جمعی از کارگزاران نزدیک به هاشمی در کابینه روحانی که بر حسب عادت کیهان و وطن امروز این گونه عمل میکنند در واپسین بخش برنامه روزنامه شرق اما اظهارات دیروز یک مقام نظامی ارشد پیشین علیه برخی از شخصیت های نزدیک به تحولخواهان در جریان اعتراضات انتخاباتی سال 88 رو کذب محض خواند و به نقل از مجید انصاری معاون پارلمانی روحانی گفت که با کمال تاسف شاهدیم که فردی در کسوت خدمتگذاری به نظام و مخصوصا ملبس به لباس پاسداری از حقوق اساسی و امنیت مردم بوده باید بیش از دیگران به رعایت حق و عدالت و قانون مقید باشد با بی اخلاقی سیاسی و رامزنی به دیگران زمینه های ناهنجاری سیاسی و اجتماعی را ایجاد و موجبات تضعیه حقوق دیگران را فراهم می کند احمدی مقدم در بخشی از سخنان اخیر خود مجددا مجید انصاری رو به عنوان نویسنده بیانی های مجموعه روحانیون مبارز در سال 88 معرفی کرده بود مجید انصاری در گفتگوی که با روزنامه شرق داشت بار دیگر این ادعای فرمانده سابق ناجا رو تکذیب کرد و درباره انگیزه احتمالی بیان این مطالب نیز گفت به نظر می رسد این گونه اقدامات در آستانه انتخابات با انگیزه های سو سیاسی سی و اهداف باندی و جناهی صورت میگیرد گویا اندکی هم وقت هست با یک سرمقاله من امشب بردم رو به می میرسونم و شرق سرمقاله اصلی شماره امروز رو با عنوان حذف رقیب به هر قیمتی به موج بی اخلاقی ها در جمهوری اسلامی اشاره کرد که چگونه حتی کاست روحانیون نیز در دست یا به قدرت به یک دیگر رحم نمی کنند محمد تقی فاضل میبودی از روحانیون بلندپایه فقهی در ایران نوشت اگر کسی این روزها برخی از رسانه های مدعی اخلاق و ارزش یا برخی سایت ها را مشاهده کند که چگونه به افترا و تهمت متشبس شده اند و برای بدبین کردن مردم نسبت به رقیب به حوزه خصوصی افراد سرک می تا شاید نقطه ضعفی را برای تضعیف رقیب برمرا کنند در شگفت می ماند. ستونویس نویس روزنامه شرق در ادامه با طرح این سال که آیا نسل جوان که شعارهای اول انقلاب رو درک نکرده ولی خوانده و شنیده است از خود نمیپرسد این چه کشوری است که یک فردی از بیت بنیانگذار این نظام یا نزدیکترین فرد به رهبری نظام صلاحیت کاندیدا شدن را ندارند اما کسانی که هیچ نقشی در این انقلاب نداشتهاند امروز در رسانه ها یا جاهای دیگر اعلام کنند چه کسانی صلاحیت کاندیدا شدن را دارند و چه کسانی ندارند و بعدا با انواع جمله های غیر اخلاقی او را از چشم مردم بیاندازند آیا تجربه تلخی که در هشت سال دولت موسوم به مهرورزان در حزب رقبای فکری و سیاسی ای داشته ایم کافی نیست و با این مطلب از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما به تماشای ادامه بردم ها از جمله بردمه آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی می کنم تا درودی نو در شامگاهی دیگر با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود